سلام، چهارشنبه 20 مرداد 1411 آگست 2021 میلادی. کشتار کرونا از هموطنان ما کماکان ادامه داره. در تهران، خوزستان، اصفهان، گیلان، خراسان و بسیاری نقاط دیگر کشور وضعیت بحرانی است. پاره شهرها مثل در استان گیلان مقاماتش میگن که مردم رو ناچارن کنار خیابون بخوابونند، یا اصفهان فریاد میزنه که قرنطینه کنید وگرنه کشتار ادامه داره. خوزستان تنها در 24 ساعت گذشته تعداد مرگ 4 برابر شده و وضعیت در اکثر نقاط ایران بحرانی است. در واقع سیستم درمانی و بهداشتی کشور در مقابل موج شدید بیماری و بیمارانی که مراجعه می کنند کلاپس کرده، توان نداره، با کادر فداکار پزشکی و درمانی ناکافیه برای این مقدار مراجعه، علی‌رغم همه جانفشانی که می کنند، و کمبود انواع و اقسام وسایل مورد نیاز از ونتیلیتور، اکسیژن، حتی سرم معمولی باعث شده که عملا در مراکز درمانی هم کاری برای بیماران از دست کادر بر نمیاد. در چنین شرایطی که به دلیل عدم واکسیناسیون به موقع، ورژن سویه جدید ویروس کرونا یعنی سویه دلتا به ایران رسیده که ضریب انتقال و سرعت انتقالش بیش از 2.5 برابر و حتی بیشتر از اون از ویروس اولیه است، سرعت انتقال بیماری بسیار بالاست. کشورهایی که واکسیناسیون رو به موقع انجام دادن هم این سویه ویروس وارد شده، ولی تا اینجا مطالعات نشون میده که درصد کمی احتمالاً مبتلا میشن و در صورت ابتلا هم اگر بیماری های زمینه‌ای نداشته باشند معمولاً در حد یک آنفولانزا یا حتی سرماخوردگی رد میکنن. آمار مرگ در کشورهایی مثل خود انگلستان که این سویه دلتا به اونجا به دلیل اقلیت هندی به سرعت رسیده پایینه و مطالعات نشون میده که درصد حتی کمتر از 1% کسانی که خودشون درصدی از مردم هستند به فوت کردند، و به این ترتیب واکسیناسیون با واکسن‌های معتبری مثل مادرنا، فایزر یا آسترازنکا نشون داده که در مقابل این سویه هم مقاومه. اما در ایران که واکسیناسیون به روایتی تنها 8% مردم رو 2 دوز واکسینه کرده و به اصطلاح واکسیناسیون تمام دارند، این بیماری وارد شده این سویه جدید و کشتار. در این شرایط آقای خامنه‌ای بی‌شرمانه جلوی دوربین نشسته امروز و صحبت از این می‌کنه واکسن به هر شکلی باید تأمین بشه، بدون اینکه مسئولیت بپذیره که او بوده که در دی ماه گذشته ورود واکسن انگلیسی و امریکایی رو ممنوع کرده و حتی زحمت یک عذرخواهی از ملت ایران رو هم به خودش نداده. جالبه که یک چنین اتفاقی اگر هر جای دنیا می افتاد، مسئول مربوطه که در اینجا شخص آقای خامنه ایست استعفا می داد، برکنار می شد و او رو مطبوعات به سلابه می کشیدن، ولی در ایران دیکتاتوری و مستبد خوناشامی که در رأس قدرت نشسته حتی به خودش زحمت یک عذرخواهی رو هم نمیده.
دکتر زالی که مسئول ستاد کرونا تهران هست زبان باز کرده و عنوان کرده که فوتی های کرونا رو ما از سازمان بهداشت جهانی پنهان کردیم و در عوض از اونها میخواستیم که سیستم بهداشتی ما تعریف کنند. او همچنین افشا کرده که اجازه خرید واکسن رو ندادند و گفتم که تنها برای 5 روز واکسن داریم. بر صورت در چنین هنگامی من و دوستان دیگه در خارج، اهم از فعالین سیاسی، فعالین دانشگاهی، پزشکان، بسیج بزرگی رو صورت دادیم بلکه بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان واکسن به ایران برسونیم، وسایل مورد نیاز رو تأمین کنیم از دولت‌ها، از شرکت‌ها، از مسیرهای مختلف، ولی آنچه که میتونه سرعت بده به این کار خود حکومت ایرانه که به هر حال حکومت به دستشه و باید که از دنیا تقاضای کمک بکنه. متاسفانه شبکه فسادی که مستقیما وصل به خود آقای خامنه‌ای هم هست هنوز دست بردار نیست و اجازه فعالیت درست و ورود درست وسایل رو به کشور نمیده. در چنین شرایطی آقای رئیسی که کابینش رو معرفی کرده، البته رسما روز شنبه معرفی خواهد شد در مجلس، ولی لیست اون رو خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، کسی رو به عنوان وزیر بهداشت در نظر گرفته، آقای بهرام عین‌اللهی، که از امضا کنندگان نامه است که بعد از صحبت‌های خامنه‌ای نوشتند، جمعی از همین آقایون امضا کردند و از دولت خواستند که ورود واکسن‌های مشکوک و همین واکسن‌های معتبر غربی رو ممنوع بکنند. از سوی دیگه کابینه که آقای رئیسی بعد از چندین روز معطلی معرفی کرده، کابینه است که میشه گفت کنسرسیوم است از قاتلها، دزدها و دلالهای خردپا و در عمل اگرچه بیش از همه نفوذ بیت رهبری و خامنه ای رو میشه دید، ولی خود بیت و خامنه ای هم در واقع کاری که کردن این است که باندهای مافیایی قدرت و ثروتی که در ایران هست، هر کدوم به فراخور زورشون سهمی از این کابینه و از این سفره مرتضی علی برداشتن. مثلا جواد اوجی که به عنوان وزیر نفت معرفی شده، از مدیران بنیاد مستضعفانه و در واقع میشه گفت سهمیه مستقیم خود بیت و آقای مخبره که معاون اول شده و نفت رو که در واقع پولدارترین جای کشوره، عملا این باند مافیایی یعنی نهادهای خود رهبر چنگ انداختن. اما مثلا رستم قاسمی که سپاهی بوده و زمانی هم قرارگاه خاتم الانبیا بوده، وزیر راه و شهرسازی معرفی شده، او که متهم به همکاری با بابک زنجانی و مشمول تحریم امریکاست، به نوعی میشه گفت که به دنبال سهمیه گرفتن پولهای وزارت راه و شهرسازی و پروژه های راه و شهرسازی برای خاتم الانبیا و باند گنگستری سپاهه. همینطور سید اسماعیل خطیب که به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شده، سالهای مسئول حفاظت قوه قضاییه بوده، که اکبر طبری که الان محاکمه شده و شبکه بزرگ فسادی رو در قوه قضاییه داشته، به تخت نشسته بوده و با صادق لاریجانی همه جور کار میکرده، و آقای خطیب که با رفتن رئیسی از قوه قضاییه کنار گذاشته شده بود و این مدت در آستان قدس همکار آقای احمد مروی بود،
در واقع به زور این بخش بیت، باندی که به احمد مروی و ستاد ائمه جمعه و آستان قدس و غیره برمیگرده، به عنوان وزیر اطلاعات رفته و سهمیه این بخش شده. یا مسعود میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه معرفی شده، کسی که 4 سال وزیر بازرگانی در کابینه احمدی نژاد بود و با واردات بیرویه شکر عملا کمر کارخانجات تولید شکر کشور رو شکست و 2 سال هم که وزیر نفت بود در کارنامهش تولید بنزین آلوده، اخراج متخصصین و البته نقش اصلی در وارد کردن بابک زنجانی و باند پشت سر او به معاملات نفت رو داشت. آقای میرکاظمی هم سابقه سپاه داره و به هر حال قسمت او الان در این کابینه سازمان برنامه شده که عملا در پروژه های کشور دست میگذاره. یا احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور، فرمانده پیشین نیروی قدس، وزیر دفاع کابینه احمدی نژاد و متهم انفجار آمیا در آرژانتین و کشتن یهودی ها و دارای حکم جلب اینترپول. یا علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو، که وزیر صنعت احمدی نژاد بود و محکوم دادگاه برای دزدی کتاب از به نام اتاق من زلزله که محکوم هم شده در دادگاه. و البته افرادی مثل احسان خاندوزی که در واقع به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده و شعارهای اقتصادی همین اقتصاد مقاومتی، مزخرفاتی که در کشور خود ایران هم امتحان شده، در واقع خودکفایی اقتصادی و سیاست درهای بسته رو سنگش رو به سینه میزنه که عملا امتحانش رو نه در ایران، در هر جای دنیا پس داده، شکست خورده. و البته آقای حسین امیر عبداللهیان هم به عنوان وزیر خارجه در این کابینه است که یار غار قاسم سلیمانی و آقای مشاور آقای قالیباف و این بخش بوده، کسی که در دوره معاونت آفریقا و کشورهای عربی در وزارت خارجه بیش از هر چیزی سنگ محور مقاومت و شعارهای تروریستی رو به سینه میزد. پیشبینی هم میشه که چون خامنه‌ای به مذاکرات وین احتیاج داره، احتمال داره که از امیر عبداللهیان و وزارت خارجه مذاکرات رو بگیرن و بفرستن دوباره به شورای امنیت ملی و دبیرخانه اون شورا. بر صورت این کابینه در درجه اول نشون میده که چگونه باندهای قدرت و ثروت در ایران در این شرکت سهامی چپاول و دزدی و غیره سهم خودشون رو گرفتند و ثانیاً ضعف آقای رئیسی رو در همین گام اول نشون میده که نزدیکترین کساب خودش مثل فرهاد رهبر رو هم وقتی توی سرش زدن که نمیشه بگذاری در سازمان برنامه یا پست‌های دیگه عقب نشینی میکنه و عملا براش مهره میچینن. و به هر صورت این مجموعه بر جبینش نور رستگاری دیده نمیشه و انتظار باید داشت که هم وضع اجرای کشور بدتر شه، هم وضع اقتصاد کشور بدتر شه و هم وضع فساد و آشفتگی بدتر شه. به امید پیروزی ایران و ایرانی.